با سلام، در این ویدیو میخواییم با سینوس معکوس، کوسینوس معکوس و تانجانت معکوس و کاربردش در استاتیک آشنا بشیم. خب ما میخواییم از طریق سینوس معکوس، کوسینوس معکوس و تانجانت معکوس در مثلث با زاویه قائم یا زاویه 90 درجه که خیلی در استاتیک کاربرد داره، زاویه تتا رو، این زاویه رو، این 90 درجه زاویه تتا رو به دست بیاریم. خب برای این کار، برای اینکه ما مقدار زاویه تتا رو در مثلث‌های قائم از طریق سینوس معکوس، کوسینوس معکوس و تانژانت معکوس به دست بیاریم، من اول میام اینجا این A مساوی با 5، B مساوی با 7. حالا R رو می‌خوایم به دست بیاریم. وقتی این هر سه رو داشته باشیم، میتونیم از این سینوس و کوسینوس و تانژانت که این دو تا رو داشته باشیم میتونیم به دست بیاریم، و سینوس کوسینوس هم اگه اینو داشته باشیم میتونیم به دست بیاریم. اول میایم اینو حساب میکنیم، میگیم R مساوی با R دو مساوی با A دو به علاوه B دو، که R ما میشه A به علاوه B A دو B دو، و من اول اینو به دست میارم. خب میاییم نیستیم 5 به توان 2 به علاوه 7 به توان 2 مساوی با شد رادیکال 74 که میشه 8.6. پس R ما هم اینجا به دست اومد، یعنی شده 8.6. حالا اول میاییم راحت ترینش که میشه تانژان معکوس، اینو به دست میاریم. قبلا اومدم قوانین مثلث با زاویه قائم چجوری سینوسش و کوسینوسش رو در ویدیوهای قبلی توضیح دادم، و تانژانت و تتا رو چجوری میشه به دست بیاریم و در ویدیوهای قبلی توضیح دادم، و اینجا هم چگونه وتر رو میشه به دست آورد این فرمول. خب میایم اینجا چیکار میکنیم بر اساس اون چیزایی که قبلا توضیح دادیم. خب این چی شد؟ شد 5 به توان 2 به علاوه 7 به توان 2 میشه 8.6. خب میایم اینو به دست میاریم. اول با تانژانت شروع میکنیم. تانژانت تتا یعنی تانژانت این زاویه میشه چی؟ میشه روبرو به این زاویه، روبرو به مجاور، یعنی اپوزیت به اجیسن. خب حالا میخوایم تانژانت معکوسش رو به دست بیاریم. تانژانت معکوسش چی میشه؟ تانژانت معکوسش میشه تتا مساوی با تانژانت معکوس او به ای، که میشه تانژانت معکوس 7 بر روی 5. خب ما در ماشین حسابمون یه واژه داریم به نام شیفت، که این شیفت رو میزنیم به این صورت، اینجا هست برای من ماشین حساب، اینجا شیفتش اینجا، اینو میزنیم، دکمهشو فشار میدیم و روی تانژانت، ببین روی کلمه تانژانت اینجا یه تانژانت معکوس نوشته تانژانت به توان منفی 1. این تانژانت وقتی میزنیم میشه تانژانت منفی 1 به این صورت، یا همون تانژانت معکوس ما میشه، و به این صورت اینو حساب میکنیم 7 بر روی 5 که به دست میاد 54.46. پس چی شد؟ 54.46. پس مقدار تتای ما به دست اومد، 54.46. حالا همینو در مورد سینوس حساب میکنیم. سینوس معکوس حساب استفاده میکنیم. پس سینوس تتا چجوری به دست میومد؟ میشد سینوس تتا ما میشد روبرو این صورت به وتر،
یعنی روبرو به وتر. خب روبرو به وتر ما چی میشه؟ میشه او به H که میشه 7/8.6. خب پس سینوس معکوس ما چی میشه؟ تتای ما میشه سینوس معکوس، سینوس معکوس درسته؟ سینوس معکوس 7/8.6. خب باز بیایم به ماشین سوم، میبینیم که شیفت رو میزنیم، به این صورت شیفت میزنیم و کلیدهای بالای دکمه های بالا فعال میشن و این بار روی سینوس ما یه چیز داریم، روی دکمه بالا نمیشه سینوس به توان منفی یک. حالا ببینید ما سینوس به توان منفی یک رو داریم، اینو میزنیم برای ما شده سینوس معکوس شده، سینوس منفی یک شده و اینو حساب میکنیم به این صورت 7/8.6 و چیزی که برای ما دست میاد باز هم همون 54.48 شده. پس چی شده؟ 54.48. پس تتای ما شده این، اینجا هم شده 54.46. خب حالا همینو در مورد کوسینوس تتا حساب میکنیم. پس کوسینوس تتا چجوری حساب میشه؟ میگیم اول کوسینوس تتا چی میشه؟ کوسینوس تتا میشه مجاور به وتر. پس مجاور وتر چی میشه؟ میشه A به H. درسته؟ خب A به H چی میشه؟ میشه ای به اچش میشه 5/8.6. پس ما داریم 5/8.6 درسته؟ و میایم اینجا تتا رو حساب میکنیم، میگیم تتا مساوی است با کوسینوس معکوس 5/8.6 که باز هم همون کار رو این بار در مورد کوسینوس انجام میدیم و میایم اینجا شیفت دوباره میزنیم، روی کوسینوس ما نوشته کوسینوس منفی یک اینو میزنیم و نمیسیم 5/8.6 که عددی که به دست میاد میشه 54.45. 54.45. پس کاربرد سینوس معکوس، کوسینوس معکوس و تانژانت معکوس در استاتیک برای پیدا کردن تتا در مثلث های قائم، زاویه تتا در مثلث های قائم یا مثلث با زاویه 90 درجه است که می‌بینید که از هر سه طریق میشه اینو به دست آورد و مقادیرشون هم برابرن. امیدوارم که این ویدیو مورد توجه شما قرار گرفته باشه. فعلا